بچه ها زعفران رو واقعا بلا کرده کارو قشنگ استیک بلا شده بلا زما بلا پشمان زعفران پشمان زعفران بیایی که غذای بهشتی استیک مرغ شاب شمس رو بهتون نشون بدم بچه ها ببینید این غذا رو. سلام علیک دوستان، روز و شبتون بخیر، از صبح ما بخیر، صبح بارونی ابری عجیب غریب ما بخیر. دیشب یه غذا درست کردم، استیک زعفرون بود بچه ها، یک نوت طعمی ریز ایرانی داشت، در این حال واقعا بمب طعمی ترش و یه خورده تند و واقعا بی نظیر بود، یک ترکیب مشتی کره و زعفرون، خیلی خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. حتما حتما این ویدیو رو ببینید، خیلی راحت درست کردنش، اصلا سخت نیست، سه سوده درست میشه، خوراکی گذاشتن جلو مهمون، حتی از مهمون مهمتر خودتون، این جلو خودتون بذارید کیفش رو ببرید. همراه ما باشید تو ویدیو، یادتون نره قبلش لایک بکنید همین الان قبل اینکه وارد ویدیو بشیم، و اگر سابسکرایب نکنید تنها سابسکرایب کنید. بید بید این چند تا فکت جدید کتی بهتون یاد بده. سلام. سلام دوستان، روز و شبیتی روز و شبتون بخیر. این بهترین روشیه که هویج رو بشه نگه داشت، یه پارچه برمیداریم و خیسش میکنیم، یعنی هویج بازم میخواد بره توی یخچال در هر صورت، ولی من اصلا بلد نبودم، این تریک های آلمانی خیلی جوابن. خاص دانه کوچان کول چقدر جالب. یکی از چیزهای دیگه که من جدیدن میگم توی چند تا ویدیو پسرم بهتون نشون دادم دوست دارم اینه که چایی های جدیدی رو برای خودم درست میکنم. الان مثلا چیز گرفتیم، از این بلوبری ها گرفتیم، چند تا اینا میخوام له بکنم بندازم توی آب جوش و ببینم چجوری میشه. خیلی جالبه، خیلی حس ارگانیک بامزه با آدم دست میده. آلمانی ها این کارا زیاد میکنم، مثلا چای نعناشون همیشه واقعا چند تا دونه نعنا میندازم اون تو، واقعا هم خیلی عالی میشه. میگم فیفا مینستی نه، این گوشگو به بچه‌ها، این گوشگو مخصوص باریستا و این بارتندرها و ایناست. باریستا خوام که یه حرکتی بزنم بچه، واسه این مرغ حتما این سبزی مورد علاقه منه بچه‌ها. رزماری یکی از بهترین چیزایی که هستش، واقعا توی آشپزخونه میتونید نگرش دارید و نه آفتاب زیادی نمی، خیلی خیلی مقاومه، خیلی مهربونه و همیشه خوش عطره. وای اصلا کیف میده. الان من میخوام اینو درش بیارم بذارمش این تو، چون اون سبزی ریحون ایتالیا که تو خونه اون از زمانی که مامان اینا اومدن زنده مونده، معمولا اینا میخرن کاتینا، مثلا کلا آلمانیا اینا از آلدی میخرن، یکو خورده ایه چون ارزونه، همه میگیرن یه بار استفاده میکنم میریزم میره، دلم نمیاد، برای همین تصمیم گرفتم اینا در بیارم بذارم این تو. امروز هم خواستم تو ازش استفاده بکنم، ولی این بعدا میره توی اتاق کاتی جلو پنجره که این رفیقمون زنده مونه. چند وقتی برام آپدیت بهتون میدم حالش چطوره. بچه رفیقمون آماده است، یه اسم کوچولو هم واسش باید بزنیم، بیا میتونه اسم بنین. Was heißt denn Rosmarin auf Farsi? Rosmarie. Na toll. Marie. Marie. Ah, ja, stimmt. خب بچه هم اسم این رفیقمون رو میزنیم ماری. ماری. ما ماری آهنگ هم داره شایم، خیلی قشنگ میخوندش. خجالت چشید در خجالت محو شد. Barikallah. Um ich schau dabei zu. Kuba 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 bia bia. Hier und allein. Wo bist du? Marie, wo bist du? بریم بهتون یاد بدم که چجوری باید خط بندازیم رو سینه های مرغمون. بچه ها ببینید، یه سری خط های موازی با هم به این سمت اول میکشم. حواستون باشه که خیلی نهایت عمیق باشن، ولی در این حال باید خط هم بیفته روش. ببینید جوری که پاره نشه از اون ورش بزنه بیرون، ولی
به قولی تا تقریبا وسطاش بره. حالا دقیقا به همین سمتم روش خط میکشم به همون نسبت تقریبا عمیق، یه خورده شاید کمتر زیادم نه، که یه همچین حالت چارخونه چارخونه ازش تعبیر بگیرم. این اینجا هم باید ببارم بچه ها. حالا بازم خواهید گفت میدونم که مرغ تو چرا نشستی، ویدیو کوتاه گذاشتم توضیح دادم چرا مرغ نباید شست. خیلی خطرناک این کار، چون که میان باکتریاش وارد سینک ظرفشویتون میشن. بریم سراغ مرینیت مرغامو. اول اصلا با زعفرون شروع میکنم بچه ها. زعفرون رو لازم نیست بسابید، واسه اگرم بسابید اوکیه، ولی مثلا من چون که میخوام یه ذره دونه های زعفرون توش معلوم باشن، یه ذره زعفرون میزنم، نمک، فلفل سیاه، و یه بچه روغن. خب مرغ بره برای یک ساعت استراحت توی یخچال. مایتابه داره گرم میشه، گذاشتم قشنگ داغ داغ بشه بچه ها، چون که از روغن نمیخوام استفاده بکنم باید قشنگ داغ بشه. اینا رو بردم در اون بیرون از یخچال. کره میخوام و یه ذره از روزمارین کلش رو میبرم. این هم یه ذرم روزماری میخوام، گوشه میذارم بغل دست. و بچه چیلی یه انقدی میخوام ازش ببرم، یه کوچولو. من خیلی دوست دارم که این غذا یه خوره تند باشه، ولی نه خیلی، چون که میدونم تند نمیخوره، یه ذره. حالا بهتون میگم که اضافه میشه به کار. به یه درجه گرمای تقریبی که رسیدیم، از اون سمتی که چارخونه است بچینید مرغاتون رو توی مایتابه داغ. خب اون وقت داره مرغ جا میفته، بیایم این ور سایدمون رو درست کنیم. بچه ها یه دونه سیب زمینی بردارید و ببینید تا جا که میشه نازک، ولی در این حال چیپسی نازک هم نه. ببینید تقریبا تو این سایز میخواییمش، ببینید تو این سایز ببریدش. چاقوی خوب بچه ها، چاقوی خوب واقعا خیلی مهمه. یه چاقوی خوب، یه مایتابه خوب داشته باشید، واقعا آشپزخونه‌تون تقریبا تکمیله. خیلی چاقو مایتابه خوب تاثیر میذاره تو کیفیت پخت غذاهاتون. حالا قابلمه، حقیقتا خونه خودم من قابلمه خوب ندارم، ولی یه مایتابه خیلی خوب دارم و اونم خودمو خیلی راضی میذاره. این مایتابه کتی هم واقعا بی‌نظیره. سیب زمینیات رو برای که نشاستش در بیا، چند دقیقه تا داره اونور مرغ یه خورده مرغ به چرخون میذاره تو آب یخ بمونه همینقدر. بریم این خوشگلا رو بچرخونیم بچه. ببینید هیچی روغن نزدم بهشا. این بچه هم میخوره کبابیشه. خب مرغتون که میبینید قشنگ جا افتاد، خوشگل شد، دوباره قشنگ سرخ شد، اینجا کار جالب میشه. کره اضافه کنید به چند تا جای مختلف مایتابه و تا داره سرخ میشه یه دونه سیر ماری خوشگلمون کلش رو کندیم. این قضم از سر چیلی گوشه کار میذارم. این در وقت حرکت ها استیکیه. ببینید کج میکنم که روغن بیاد پایین، اینجا که ماریو چیلی و سیر هستن، روغن جمع میشه. این روغن رو بگیرید بریزید روی مرغتون. نه خود ماری رو نها، این روغن اینجا سرشار از طعم و عطره. اصلا نگاهش کنید بچه ها، یکم کم کم مرغه هم بچرخونم یه دور دیگه، یه دورم اونورش رو. وای خدای من.
این ور تا داره روغن داغ میشه بچه ببینید سیب زمینی ها رو بریم توی پارچه قشنگ که خوش بشن. الان میریزیم تو مایتابه چیز نکنه. خب برو بریم برای یه خورده سرخ بازی. خب بریم که سیب زمینی ها رو یه برعکسشون بکنیم. به و به و به رفقا رو که برعکسشون کردید بچه ها یه دونه کرم بهش اضافه بکنید تو این تایم. کره همیشه همه چی رو قشنگ میکنه. خب بچه سیب زمینی ها بعدی که پختن بهشون نمک بزنید، اگر تو مایتابه بد شکل میشن بهشون نمک میزنم. حالا سبزیجات رو تو همون مایتابه ریختم بهشون نمک میزنم و سبزیجات رو هم قشنگ خوشگل سرخ میکنم. دوستان عزیز من بیاین غذامون رو با هم گارنیش بکنیمش و بذاریمش توی ظرف. اول از همه مرکز استیک مرغمو میذارم. حالا نوبت کار روی سیب زمینی همه. این ور سبزیجات قشنگمون رو بایستی که بچه ها یه خورده بهش رخ بدید دیگه، چون پخش و پلا پخته شدن یعنی توش همه چی بوده. سعی کنید که یه خورده با یه سری نظم و ترتیب بچینیدشون. یه دونه این ماری خوشگلا هم میذاریم روی استیکمون تا جایی که میشه قرینه باشه. میکنم اینجوری از همش بهتره. من خودم اصلا و ابدا طرفدار بروکلی نیستم ولی خب خیلی توی رخ غذا تاثیر میذاره. بچه استیک مرغم رو ببینید، یک غذای هنرمندانه زیبا و اصلا حرفی بر گفتن نمیذاره. خیلی قشنگ شد این غذا. این گوجه ها داره تکون بکنه اومد خیلی زیبا شد. بریم تست کنیم این برای ببینید. هم دارم آزده میشم دارم با آدم حرف میزنه. سیتخونه گیت آفتن فلاش سو بیشن نیسو گنز بیشن آف الیس تیوریتیش آخ دیزه زوزه. بچه این کره است دست فون بوتا فون می بس من بیشن میشیم دون آف دن فلایش کیسن سا. Boah, das riecht so gut, ey. So. Zweimal drin. Boah. Lecker. Ja, Mann. Schön zart. Sehr gut. خیلی خوبه. خیلی خوبه. آها زمال دی واسه تو ما مزاحم مست. لایک بکنمی، سابسکرایب بکنمی. بکنید. بکنید. زنگوله. زنگوله. آفرین بچه‌ها. یادتون نره که یادم رفت وسط های ویدیو بگم لایک و سابسکرایب و داستانا دیگه در جریانی که باید بکنیم. بچه‌ها ویدیوی دیروز موقعی که داشتم ادیت یعنی موقعی که پابلیشش کردم ولی جدی 250 نفر دیده بودن همون اولش و 6 نفر لایک کردن بچه این خب و این خیلی تکرار میشه. لطفا اگه میتونید حتما لایک بکنید، خیلی مهمه. تنها راه حمایت کردن از ما لایک کردنتونه و خب این قضیه رو یوتیوب خیلی جدی میگیره، خیلی جدی تر از چیزی که کامیونیتی یوتیوب فارسی متاسفانه میگیره. خیلی حواستون باشه که لایک کردن مهمه. جاتون خالی اینو نگاه کنید. بنازم سیب زمینی رو ببین. بنازولم
بده اینو دشمت بچه ها زعفران واقعا بلا کرده کارو قشنگ استیک بلا شده بلا زما بلا پشمان زعفران پشمان زعفران بچه آخه نگاه کنید چقدر اصلا این زعفرون زعفرون اصلا زفقم؟ پشمان زعفرون خیلی خوشگل شده چهاتون خالی بچه ها سلام بچه ها آمدم خونه واسه شم سر ببینیم بچه هم چه خسته است دوره امتحانا شد ترم اولی آخه چیز ترمم هستی دیگه ترس امتحان و این هم داری کارم کردی ها آره امروز کلی روز سری کار بودم آفرین ولی بجاش براش قضا بولم یه میشه استکت و تسفونی به نظر تو بمون بگی؟ بله میشه دست درم کنم قیافه برنامه بلوگانته استیک زعفرانی بند خدا یه گاز بزن بهش خیلی حقیقتا جذاب الان چی بود خوردی؟ استیک آقا بوش شاید بو به چیز بد میگن عطر اون دقیقا به آلمانی هم همین کارو میکنی بچه شمیم نه به آلمانی به آلمانی شمیم اولی شمیم یه بار گفتم شتینکه میشه مثلا بوی بد میشه آره تنفر میشه بوی نه. بد میشه بوی بد بعد یه غذا پخته بود یکی غذای منم نامال یکی دیگه بود فارسی خیلی بوی بد خوبی میده آره خیلی بوی بد خوبی میده من گفتم بند خدا خیلی هنگ کرده بود چی داره میگه شمران خیلی آقا خیلی وایکینگی داری استیک میزنی ها آره وایکینگی آره اتش فوقلاس فوق بچه ها دهتون گرم خیلی غذای واقعا خوبی بود یعنی اصلا غذای سختی برای درست کردن نبود حالا گارنیش بازی و خوشگلی کاری و اینا شو سب کنم حرف میزنم گارنیش بازی و اینا شو بذارید کنار خوشگلی بازیش خوره طول میکشم کلا درست کردنش خیلی سریعه من حواستون باشه که گارنیش بازی هم که میگم حالا زمان میبره خیلی انگار روی طعم غذا هم تاثیر میزنه یعنی فقط بپزید اون موقع و خوشمزه باشه بخوریدش یه هوا حال میده ولی اینکه بچینید به خودتون برسید حالا من واقعا الان بخوام واسه بقیه هم درست بکنم حتی اگه قرار باشه که ویدیو نگیرم باز هم انقدر خوشگلش میکنم خیلی تاثیر میذاره روی اشتهای آدم چی میخواست بگی شاید؟ یادت را؟ بچه ها ویدیو رو با جوک های بیمزه شمیم به پایان میرسیم آره بچه 6 ماهه من قرار جوک بگم به شباب میگم شب این ویدیو یاد باشه من آخرش باید جوک بگم یادم میره الان 6 ساله من میخوام واسه تون جوک بگم جوک رو بگو بینیم الان که یادم افتاد آه بذارید نوت جوک هم مثل بابا بزرگا باز کنم خب پیدا کردم من ویدیو رو قطع کردم اصلا یه اصلا باییم آقا شب یارو پلیس مخفی بوده دو ساله دارن دنبالش میگردن حقوقشو بده خیلی خوب بود وای خیلی خوب بود این خیلی خوب بود خدایی چون که بیمزه نبود خیلی خوب بچه ها با اینجور که جزا میشنیم ازتون خدافزی میکنیم یاد باشه ویدیو بعدی هم مجرک براتون درست میکنیم تا ویدیو که سعی میکنم ویدیو فردا باشه خدافز برای تو بجرک های فاجعه های ویدیو بعدی سیف کنیم دیگه خدافز بچه ها بچه ها خدافزی کن بچه خیلی زوستم جوک ها رو بگم ولی سیف کن تا ویدیو بعدی و جوک های بی اسم بذاریم تا ویدیوی بعدی و چی میگم به جوک های شمیمی آره تا ویدیوی بعدی و جوک های شمیمی خدا رو نه خدا رو به دست شما خدا رو به دست شما میسپاره خدافظ